مسابقه کتابخانی با اشتراک صدها تن از جوانان در ولایت بامیان برگزار گردید. برگزار کنندگان این برنامه هدف از برگزاری این مسابقه کتابخانی را تشویق جوانان به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخانی عنوان می نماید. رحمت الله رحمانی امیر فرهنگ ریاست داد و فرهنگ بامیان می گوید تقریبا در این برنامه ثبت نام 2500 نفر بود. این خودتان مشاهده می کنین. خانم هستن، بچه هستن، مواصلین و متعلمین است. 300 نفر، 2500 نفر اشتراک کردند. بله، ما فعلا خود چندین بار است که در سطح مرکز این برنامه را میگیریم. انشاءالله در آینده نزدیک این برنامه را ما رشد میکنیم، ارتقا میکنیم در سطح ولسوالی ها و بیشتر مرکز. همچنان اشتراک کنندگان برگزاری چنین مسابقات را جهت تشویق و علاقمندی جوانان به کتاب و مطالعه قابل اهمیت دانسته میگویند. خواست ما است که باید مکاتب برای دختران باشه، دانشگاه آغاز شود. اینا خیلی نگرانی های بزرگ است فعلا در جامعه از ما، که ما خیلی نگران هستیم چرا دانشگاه ما بسته است، مکاتب ما بسته است. با او اساس یک نگرانی خیلی بزرگ داریم. دیگه این مسابقه کتابخانی هم یک بخشی فرهنگی برای جوان ها هست، خوب هست، ولی در کنار از اینکه ما یک قسم برنامه ها داریم، باید مکاتب و دانشگاه این چیزا هم حق علویت را دارن، باید آغاز نه. و خواست ما این است که باید این فرهنگ کتابخانی ترویج بین جوانان بین جامعه از ما باید وجود داشته باشه. از بعد هم روند مسابقه کتابخانی برای جوانان خیلی با اهمیت است، چون اکثریت جوانان امروز در چار کتاب زدگی شده، یعنی یک کتاب یک صفحه دو صفحه یا یک فصل مطالعه میکنه بعد او را میگذاره، ولی مسابقه کتابخانی باعث شور و اشتیاق در وجود همه جوان ها میشه تا اینی که اون کتاب را تا آخر بخونه، و این باعث میشه که فرهنگ مطالعه ترویج پیدا بکنه و او علاقه به مطالعه پیدا بکنه و ظرفیت خود علم خود به وسیله مطالعه ارتقا بده. ما میتونیم از این طریق معلومات پیدا کنیم، دیگه کشور ما پیشرفت بره. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.